بچه به ابتدای این سوال 1 به 4 خیلی با دقت نگاه بکنید. میخوام یه نکته طلایی بهتون یاد بدم. خوب هوش و حواست به من باشه و این نکته رو هم برای خود حتما ثبت بکن. نکته چیه؟ قبلا بهت یاد داده بودم هر وقت که اسم اشاره داشتی بلا فاصله بعدش رو نگاه بکن که اگر الف و لام دار بودش تو اسم اشارت رو به صورت مفرد ترجمه بکنی. تو اینجا درسته؟ ما میایم جلوتر میبینیم که کلمه بعدی ما اسما که الف و لام نداره، هر وقت این اتفاق افتاده بودش، یعنی بعد از اسم اشارت اسمی رو داشتی که الف و لام دار نبودش، بدون که جملت هم اونجا تمومه، یعنی تو الان یه جمله کامل رو در اختیار داری، حالا ممکنه بعدش یه صفتی هم بیاد، هیچ ایرادی نداره. حالا اینجا رو نگاه کنید، اسماک جمع غیر عاقله، برای همین هر چیزی که بخوایم براش به کار ببریم، فعل بخوایم براش به کار ببریم، اسم اشاره، ضمیر یا هر چیز دیگه‌ای بخوایم براش به کار ببریم، باید مفرد مؤنث به کار ببریم. برای همین ما اسم اشاره اینجا رو مفرد مؤنث داریم میبینیم. خب حالا میخوام ترجمهش بکنم، دیگه مفرد مؤنث که ترجمهش نمیکنم، مثل اسما که جمع هستش ترجمه میکنم، یعنی میگم آنها ماهی هایی هستند. خب گزینه 1 گفته آن، 2 هم همینطور، 1 و 2 رو رد کن، تموم شد. چه نکته مهمی یاد گرفتیم؟ آنها ماهیانی هستند، آنها ماهی هایی هستند، کاملا صحیح بدون ایراد. 2 تا گزینه برامون باقی مونده. حالا بریم قیاس بکنیم. بعدش نگاه کن، ما اینجا یه دونه اسم داریم که الف و لام نداره، یعنی نکره است. بعدش یه دونه فعل اومده، پس ما اینجا صفت از نوع جمله وصفیه داریم. حالا قیاس میکنم تا اینکه به نتیجه نهایی برسم که بچه‌های خود را میبلعد هنگامی که با خطری روبرو شدند، که بچه‌های خود را هنگامی که با خطری روبرو میشوند میبلعند. درسته؟ اینجا نگاه کنید، به صورت ماضی، اینجا به صورت مضارع، صورت سوال، فعلی که در اختیار دارم فعل مضارع هستش، بنابراین گزینه 4 درست و گزینه 3 رو هم رد میکنم. در نهایت با خیال راحت این تست رو با تکنیکی که بلد شدیم زدیم.